ارتش سوریه از آغاز عملیاتی تازه در نواحی شرقی شهر حلب که تحت حمایت شورشیان مخالف بشار اسد است خبر داد. هنوز مشخص نیست که این حملات هوایی خواهد بود یا حملات زمینی را نیز در بر می‌گیرد. تخمین زده می‌شود که در این منطقه 250,000 شهروند سوری غیر مسلح ساکن باشند. اعلام خبر عملیات ارتش سوریه پس از آن بود که گفتگوی میان وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نیویورک برای برقرار نگه داشتن توافق آتش‌بس در سوریه بی‌نتیجه پایان یافت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از این نشست گفت همچنان تلاش می‌کنیم تا این آتش‌بس را بار دیگر برقرار کنیم. پیشنهادهای مطرح شده که دولت باید گام‌های یکجانبه بردارد. البته طرف‌های مقابل نیز باید گام‌های مؤثر را بردارند. همزمان سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است از اعزام حدود 300 نیروی نظامی روس طی هفته‌های گذشته به سوریه خبر داده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گفت باز نگه داشتن درهای صلح تنها از سوی واشنگتن بی‌فایده است. دولت‌های سوریه و روسیه نیز باید در این زمینه همکاری کنند، در غیر این صورت هیچ شانسی برای برقراری صلح نیست، زیرا کاملا واضح است که ادامه این مسیر به شکل گذشته امکان ندارد. سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده که هیچ یک از کاروان‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به مناطق بحران زده از جمله مناطق شرقی شهر حلب ارسال نشده است.